بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت بچه های خوب و گل گروه فکر برتر. مهدی قنبری هستم. امروز 22 مهر ماه 1398 با بررسی تحلیل هایی که در ظهر انجام دادیم و نتیجه تحلیل ها در خدمتتون هستم و نگاه اجمالی روی جفت ارزها خواهیم داشت و ببینیم که تحلیل هایی که ظهر انجام دادیم به چه صورت اتفاق افتاد. دوستان نگاه کنیم، من مواردی که تحلیل لایو بود و احتمال روند صورت گرفتن روند بوده رو مورد بررسی قرار میدم. اونایی که گذشته بودن که هیچ انجام شده بود، این مورد رو داشتیم که انجام نشده بود و ما گفتیم که نزدیکه. لطفاً شما فیلم اول رو نگاه کنید و تطابق بدید با فیلم دوم و یا چارت هاتون که ببینید چه تغییراتی انجام شده و چقدر شما استراتژی قوی دارید که میتونه براتون واقعاً شگفتی ساز باشه. این نیوزلند به کانادا هستش که ما در این محدود اعلام کردیم نزدیک خط عمودی است و برگشت خواهیم داشت که به زیبایی، بازم میگم به زیبایی، این اتفاق افتاد. چارت بعدی رو داشتیم که این اتفاق افتاده بود و زیاد مورد خاصی نداشت. میریم چارت بعدی. این چارت رو داشتیم که در این منطقه هم تشخیص دادیم که نزدیک خط عمودی هستش و ما برگشت قیمت رو خواهیم داشت. این دومین چارتی هست که تحلیل لایوش به زیبایی انجام شد. ما در یک روز چندین سیگنال رو بررسی کردیم و الان نتیجه هاشو داریم بررسی میکنیم. این دومین سیگنال لایوی بود که انجام شد به زیبایی. این انجام شده بود، یعنی اتفاقش افتاده بود، حالا زیاد مهم نیست. این هم همینطور چند تا کنده در جا زده. این رو داشتیم که همینطور چند تا کندل در جا زده و این اتفاق ها انجام شده بود. این چارتمون هم به همین شکل انجام شده بود و تحلیل لایو نبود، تحلیل طلا بود که ما در این منطقه قرار داشتیم و این روند نزولی رو براش پیش بینی کردیم. یک نزول رو داشت، دوباره تا بالا رفت، دوباره یه برگشت به سمت پایین. در نزدیکی خط عمودی برگشت قیمت رو داشتیم به زیبایی. این سومین سیگنالی بود که انجام شد. این چندین کندل در جا زده و نزدیک خط عمودی هستش. پوند به کانادا رو داریم که این هم چندین کندل در جا زده. این تعادلش در اول روند بود. یورو داریم به نیوزلند که به زیبایی ما در این منطقه بودیم و من اعلام کردم اگه شما از فاصله دور به خط عمودی میخواید شرکت کنید، پوزیشنتون رو در سه قسمت تقسیم کنید که میبینید در همون قسمت اول روند نزولی کاملا تا نزدیکی خط عمودی انجام شده. خیلی زیبا، چهارمی به همین شکل و پنجمی. پنجمی ما در این منطقه بودیم و اعلام کردیم که نزدیک خط عمودی تغییر روند رو خواهیم داشت که به زیبایی انجام شد. پنجمین چارتی که واقعا لایو به زیبایی انجام شد. نگاه کنید همین چارت اینجا بود، اینجا بود، نگاه کنید عقبتر بازار بود. در نزدیکی خط عمودی دوم برگشت قیمت رو به سمت نزول داشتیم و وقتی رفتیم این طرف، اگه یادتون باشه، این طرف هم در نزدیکی خط عمودی دوم به زیبایی تغییر مسیر رو داشتیم. چقدر زیبا در این سمت و چقدر زیبا در این سمت انجام شده، واقعا آدم لذت میبره. این پنجمی بود فکر کنم. ششمیش درجا، چند تا کندل های درجا زده، این رو محاسبه نداریم. ششمیش این بود که به زیبایی این هم ما در این منطقه بودیم و اعلام کردیم، میتونید در فیلم اول نگاه کنید، اعلام کردیم که نزدیک خط عمودی دوم هستیم و کندل ها به سمت بالا تغییر جهت خواهند داد، که این ششمین موردی بود که به زیبایی انجام شد. این هم به همین شکل. این هم قبلش ما اینجا بود فکر کنم، اینجا بود فکر کنم، ما اعلام کردیم اینجا بود.
اینجا بود که ما هشکندلش رو گرفته بودیم و به زیبایی در انتهای روند تغییر قیمت رو داشتیم، تغییر در نزدیکی خط عمودی دوم تغییر مسیر رو داشتیم، و حالا وقتی که رفتیم اون طرف در دوباره نزدیکی خط عمودی دوم دوباره این برگشت رو داشتیم. ششمین چارت ما که واقعا به صورت لایو به زیبایی عمل کرد. نیوزلند رو داریم، این هم به همین شکل نگاه کنید دوستان، در نزدیکی خط عمودی دوم در این منطقه برگشت داشت و در نزدیک خط عمودی دوم در این منطقه بلند شده و هفتمین چارتی که به زیبایی انجام شده. پوند به فرانک رو داریم که در نزدیکی خط عمودی دوم این هم بلند شده، یعنی هشتمین چارتی که به صورت لایف عمل کرده اون چیزی که ما پیش بینی کردیم. پوند استرالیا داشتیم که از همون منطقه اول برگشت کرده بود، این انجام شده بود. یورو رو داشتیم به فرانک که این هم در نزدیکی خط عمودی دوم اعلام کردیم برگشت قیمت و این برگشت قیمت هم انجام شد، یعنی هشتمین چارت ما. یورو کد رو داریم، این که درجا زده بود نزدیک خط عمودی دوم و از این منطقه اومد درجا چند تا کندل زد و این اتفاقش قبلا افتاده بود. این هم به همین شکل چند تا کندل به سمت، فکر نمی کنم این رو ما کجای چارت بودیم، اینجا بودیم که در نزدیکی خط چارت اعلام برگشت داده بودیم، این رو خاطرم نیست. یورو به استرالیا، حالا باید فیلم رو دوباره مشاهده کنیم تا ببینیم، این رو خاطرم نیست. ما فعلا رو همون 8 مورد ادامه میدیم. این استرالیا به ین ژاپن بود، به زیبایی ما در این منطقه بودیم و اعلام کردیم علائم برگشت داریم میاد و این روند انجام میشه. این نهمین چارتی هست که به زیبایی انجام داده استراتژی ما رو. این چندین کندل در جا زده، قبلا انجام شده بود، این هم همینطور. ما برای این پیش بینی لایو نداشتیم، این رو پیش بینی داشتیم، نزدیکی خط عمودی بود، در فیلم قبلی میتونید مشاهده کنید که اینجا رو ما برگشت قیمت پیش بینی کردیم و بی زیبایی دهمین چارت ما انجام شد. واقعا لذت بخشه وقتی آدم میبینه که یک استراتژی میتونه اینقدر مفید باشه. خب این رو خاطرم نیست که چی گفته بودیم در موردش در فیلم قبلی، و جالب اینجاست خطایی که من زده بودم نمیدونم چرا جابجا شدن، یعنی برگشتن به اون حالت قبلی خودش، این رو خاطرم نیست. یورو پوند هم این انجام شده بود دیگه، برای پیش بینی لایو انجام ندادیم ما، برای این رو پیش بینی کردیم استرالیا رو به زیبایی در نزدیکی خط دوم ما دوباره برگشت قیمت رو داریم. 11مین چارتی که من الان تو ذهنم هست ما پیش بینی کردیم و به زیبایی اتفاق افتاد. ین ژاپن رو که در مسیر گذشته است پیش بینی کرده بودیم، این رو هم در مسیر گذشته پیش بینی کرده بودیم که اتفاق افتاده بود، برای لایوش دیگه اتفاق خاصی قرار نبود بیفته. این رو پیش بینی کردیم که ما اینجا بودیم، پیش بینی کردیم که نزدیک خط عمودی دوم هست و برگشت کرد، و من این رو اعلام کردم که انتظار دارم از شما که این مواردی که اینجور آسون هستن رو بگیرید، واقعا این آسون ها رو بگیرید. این 12مین چارتی هستش که من دارم میشمارم، این در گذشته انجام شده بود، گفتم که در انتها به تعادل رسید و برگشت قیمت. بیت کوین هم گفتم حرکت خاصی نداره، این رو هم در گذشته پیش بینی کرده بودیم و اتفاق افتاده بود، به صورت لایو نبود. پوند ین هم در ابتدا به تعادل رسیده بود و از منطقه تعادلی برگشت کرده بود، و پوند هم در گذشته به تعادل رسیده بود و برگشت قیمت. تقریبا فکر کنم آخریش همین یورو بود که یورو هم اعلام کرده بودیم در نزدیکی خط دوم اینجا برگشت رو داشته و در زمانی که از ظهر تا الان میگذره چند تا کندل برای خودش در جا زده. و تقریبا من اینایی که شمردم 12 تا چارت بود که دوستان در حالت لایف بودیم، ما نزدیک خط عمودی بودیم، و من اینها رو برای شما در ظهر، میتونید فیلم اول هم در گروه هستش، میتونید دوباره مشاهده کنید و خودتون لایف هم چارتتون رو نگاه کنید و هم صحبت های من گوش بدید. میخوام این رو بگم که شما یک استراتژی یا یک راه برای معامله کردن
به من معرفی کنید که این جور به شما سیگنال های مطمئن و با اطمینان به شما بده. وقتی که من به شما میگم شما 30 تا 35 تا چارت رو بزنید در تایم 1 ساعت، فقط وایسید نگاه کنید، به خاطر همینه. چون واقعا میبینید نزدیک مثلا صبح 15 تا چارت رو گفتم، الان 12 تا چارت رو لایف گرفتیم. اینا خیلی آسونن، بعضی هستن خیلی آسونن، در انتهای روند نزدیک خط عمودی باید به تعادل برسه و از اون منطقه برگشت کنه، و این رو ما میتونیم به راحتی بگیریم. خودتون هر شب این هفته تمرین رو حتما به این صورت انجام بدین، یا در تایم 4 ساعته بذارید، که من هم در تایم 4 ساعته دارم و هم در تایم مثلا در بروکر آلپاری من تایم 4 ساعته دارم همه جفت ارزا رو، و بعد در بروکر هات فارکس تایم 1 ساعته دارم، که هم در تایم 4 ساعته بررسی میکنم جفت ارزا رو و هم در تایم 1 ساعته. و مواردی که واقعا میبینم موارد بسیار میبینید که اینها همشون در تایم 4 ساعته هستن، همشون رو در تایم 4 ساعته مورد بررسی قرار میدم. من خودم واقعا لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. ما کار کنید، انشالله هر روز بهتر از روز قبل خواهیم شد. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.